ما بعد شناخت خدا با کلام او آشنا و در وفاداری به کلام خدا صاحب حکمت الهی میشویم. اما این رو باید بدونیم که پیگیری اون زمینه اصلی رو برای ما میسازه، فقط تأثیر نیست. اسم درسمون تبدیل تا تأثیر. اگر امروز خوشحال هستید از آنچه که میشنوید، این تأثیره، اما ادامه باید بدید تا در تو تبدیل ایجاد بشه و ادامهش توی منزلت هست، ادامهش توی ماشین که هستی. شما میتونید الان کلام خدا رو بشنوید، روی تلفنتون بذارید قسمت از کلام خدا رو بشنوید. در مزمور 111 ده نویسنده اعلام میکنه ترس خداوند یعنی شناخت خدا، ابتدای حکمت هستش و همه عاملین یعنی همه اونها که وفادار هستن آنها را خردمندی نیکو هستش. چرا که میدونیم اگر ما نسبت به خدا فقط بگیم خدا هست، اگر ما معتقد نیستیم خدا هست، خیلی هم مردم دنیا میگن خدا هست، اما چون شناخت درست نداریم این باعث میشه که من نسبت به خدا متعصب بشم. یعنی من تعصب دارم و با تعصب خیلی سخت حتی حاضرم دیگران رو بکشم که اونها خدا رو باور ندارن. میگم نه خدا هست. اما وقتی که ما خدا رو میشناسیم متوجه چهار ذات اصلی خدا که ما شناختیم بیشتر هست، محبت، عدالت، حکمت، رحمت، هرگز حاضر نیستیم دیگر باورمون رو بکشیم، حتی حاضر نیستیم باورمون رو تحمیل اونها کنیم. ما کی هستیم که باورمون رو تحمیل دیگران بکنیم؟ وقتی که کلام خدا اعلام میکنه خدا انسان را آزاد آفرید، هیچ حقی ما نداریم که باور و اندیشه خودمون رو باور در فکر و ذهن دیگران تحمیل کنیم. این آزادی رو ما از کلام خداوند یافت خواهیم کردش. باز نویسنده اعلام میکنه تعصب فرزند جهل هستش. پس در این مسیر ما در خوندن کلام خدا میتونیم خدا رو بشناسیم و به جایی که متعصب باشیم افراد ایماندار خوبی باشیم. جهان امروز متاسفانه با این همه ادعا به علم و تکنولوژی و قوانین بشر دوستانه همواره در دشواری‌ها و آشوب‌ها و نابرابری و بی‌نظمی به سر برده و چشمان خداوند به دنبال من شماست. چشمان خداوند به دنبال مردان و زنان ایمان هستش که تا بتونن به توسط کلام خدا این خبر خوش نجات مردم رو از این آشوب نجات بدن و این آشوب رو خاموش کنن و به ازای اون اجازه بدن که حکمت خدا بر این مردم باشه، تا در این حکمت بتونن تو یک جایگاه درستی قرار بگیرن. حکمت خداوند در کلام خدا به ما کمک خواهد کرد که ما از آنچه که انجام میدیم رضایت خدا رو ببینیم. تو تیباری کار نکن، اکتفا نکن که اومدی کلیسا، اکتفا نکن که هدایا میدی به کلام به کلیسای مسیح، حتی خدمت میکنیم. زمانی میتونیم بگیم کار درستی کردیم که مطمئن باشیم خدا از اون کاری که میکنیم راضیه. در غیر این صورت مذهبه. پس خودفریبی نکنیم. کلام خدا فیلتری خواهد شد که به من و شما میآموزه آیا کاری که میکنیم درسته یا اشتباست، و این ضرورت رو در ذهن ما ایجاد میکنیم عملی رو که داریم انجام میدیم نتیجه اون رو، نتیجه مطلوبش رو از خود خدا بگیریم و مبادا تصور و ذهن ما بره توی یک جایگاهی که فقط اکتفا میکنم من به این موعظه، برادر روبن به پرستشمون، شما به آمدنتون، و بگیم بله همه چیز آرومه دیگه، ما مسیحی هستیم. آیا از آنچه که انجام میدیم خدا راضی هست؟ پسر بچه 7-8 ساله توی خیابون داشت راه میرفت، جوری جوانی رو گرفت و میشه چند دقیقه موبایل تو من بدی؟ و جوانم گفت برای چی؟ میخوام یه تلفن شهری بزنم اگه اجازه بدید. میخوام باش زنگ میزنم و یه خانم مسن میشه رو برمیداره سلام علیکم کنه، میگه ببخشید من میخواستم بگم اگه اشکال نداره شنبه ها بیام اطراف خونه شما رو، چمن های شما رو بزنم و گل های شما رو پس بزنم، مرتبش کنم، با خونه اون محل رو انجام بدم. و خانم موسی میگه نه ما اطراف های باغون داریم و
داره کارا رو انجام میده. میگه ببین من نصف قیمت حاضرم بدم. میگه نه نه هیچ احتیاج ندارم. میگه ببین من به شما قول میدم وقتی من این کارا رو میکنم خیلی خوشحال و حقی میشید. هر چی اصرار میکنه اون میگه نه. بعد برحال قطع میکنه با خنده میده تلفن. پسر جوان میگه خیلی من متاسفم، دیدم خیلی سعی کردی برای خودت یه کار بگیری. میگه نه متاسف نباش، من تو خیلی خوشحالم چون اونجایی که زنگ زدم خودم اونجا دارم کار میکنم، فقط میخواستم ببینم رضایت سابقار من اینقدر هستش که حتی به نصف قیمتم کار منو به کسی که نده. ما کجا هستیم؟ کلام خدا این رو داره به من شما میاموزه. کلام خدا اومده تا ما محک زده بشیم. اگر فکر میکنید کارهایی که دارید میکنید این کارها میتونه یک جایگاه درستی باشه برای رضایت خدا.